امروز تظاهرات مردم زاهدان با شعارهایی علیه خامنه ای اثر گرفته شد. از سوی دیگه در 16 بهمن 1401 قوه قضاییه موافقت خامنه ای با عفو تعداد زیادی از بازداشتگان قیام سراسری رو با پروپاگاند زیادی اعلام کرد. اما حالا طبق اخبار موثق زندان ها و بازداشتگاه ها انباشته از جوانان قیامه. همینطور رئیس زندان قزل حصار به زندانیان گفته که از روز 5 اردیبهشت سال جاری موج جدید اجرای احکام اعدام در این زندان آغاز میشه. همراه میشیم با آقای رضا شمیرانی، زندانی دهه 60. سلام میکنم خدمتتون آقای شمیرانی، خیلی خوشحالم که همراه ما هستین در این جمعه. ابتدا میخواستم از آخرین خبرها و تحولات نگاهی بکنیم به موضوع بلوچستان و از شما توی رابطه بشنویم، اما اگه موافق باشین تصاویر کوتاهی رو از حرکت امروز و تظاهرات امروز مردم ببینیم در زاهدان و بعد با شما ادامه بدیم. بله، با درود به این مردم. بفرمایید آقای شمیرانی، از شما بیشتر بشنویم از امروز اون چی که گذشت. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. از این فرصت استفاده میکنم عید سعید الفطر رو به همه اعضا و هواداران مجاهدین و شما و همه هموطنان مسلمانان تبریک میگم. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، در واقع امروز 218 روز این خیزش مردمی هستش که ما همچنان میبینیم در زاهدان، سیستان و بلوچستان آتش آن همچنان برافروخته و خیلی شعله برتر از دفعات قبل هستش. یه خلاصه به اشاره بکنم به صحبت‌های آقای مولوی عبدالحمید، که آقای مولوی عبدالحمید در واقع به نوعی در پاسخ به خامنه جنایتکار که 3 روز پیش همه پرسی را رد کرده بود، باز ایشون اشاره کردن که بایستی نظرخواهی بشه و نظر خواسته های مردم اجرا بشه. یک نکته از صحبتشون. نکته صحبت دیگه که اشاره کردن به تمامیت ارضی کشور و اینکه امروز اگر حرکت‌های مردمی کاهش پیدا کرده به مفهوم رضایت مردم از رژیم نیست. مردم همچنان ناراضی هستند و خواهان سری حرکت‌های اصلاحی کوچک نیستند. مردم میخوان که بنیاد اقتصادی کشور که به ابتذال کشونده شده و غارت و چپاول هستش برطرف بشه و واسه مردم برآورده بشه. اما اون طرف همینطوری که الان توی فیلمایی که شما نشون دادید و خوشبختانه امروز پخش شد، میبینیم که مردم همچنان به صحنه اومدن و شعارهای اونها مانند دفعات قبل خیلی رادیکالیزه و خیلی محکم هست. دقت کنید، شعارها همه میکشتم اون که برادرم کشت، یا این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. در واقع نوک تیز حملات شعارهای مردم علیه رژیم، علیه خود خامنه‌ای هستش و تو این رابطه ما میبینیم که کوتاهی نکردن. اما یک نکته جالب دیگه این که باز اگر دقت کرده باشین، دفتر خامنه‌ای جنایتکار توی زاهدان اعلام کرده بود که امروز عید فطر نیست، فرداست. ولی میبینیم که امروز توی استان سیستان و بلوچستان و همینطور توی کردستان یک توده‌ای محکمی به خامنه‌ای زدن و امروز روز عید فطر اعلام کردن و به نوعی اون جایگاه و اون پایگاه نداشته ایدئولوژیک خودش رو که مدعی هست رو اینطوران زیرابش رو زدن و امروز خوشبختانه عید رو جشن گرفتن و همچنان تظاهرات خودشون که البته باز من اشاره بکنم اگر توجه داشته باشین، خاطرتون باشه توی ماه مبارک رمضان مردم، خود آقای مولوی عبدالحمید در واقع از مردم خواسته بود که راهنمایی با سکوت برگزار کنم، ولی امروز که روز عید فطر بود این راهنمایی سکوت شکسته شد و
راهنمایی همونطوری که تو فیلمانشون دادیم با سوالهای خیلی گسترده مردمی تو هم بود. بله آقای شمرانی، این حرکتی که الان مشخصا بعد از ماه رمضان دیدیم، تظاهرات مردم شکل گرفت و همین شعارهای رادیکالی که شما برامون الان گفتین و برخیش رو هم در این کلیپ خیلی کوتاه البته شنیدیم، این چه پیامی داره این حرکت؟ بله واقعیت اینه که حالا مردم ایران به طور خاص این استانها که در فشار مضاعف هستن 100 سال و به طور خاص این 34 سال گذشته زیر فشار هستن، زرش کشیدن و از همه چیز محروم شدن. امروز اگر دقت کرده باشین استعمار و ارتجاع در صدد این هستن که این خیزش مردمی رو جلوش رو بگیرن و درش انعطاف ایجاد بکنن. من توی یکی از این صحبتهایی که در واقع از طرف رضا پهلوی بچه شاشنیدم که در واقع نمایندگی این جریان استعماری و ارتجایی رو به عهده گرفته، توی صحبتش به این اشاره میکرد که مردم بایستی شعارهای انتقام جویانه نداشته باشن و با ملایمت برخورد کنند. ببینید مردم در واقع چیزی که رضا پهلوی میگه بحث خشونت پرهیزیه، ولی مردم به این نتیجه رسیدن که با این رژیم جز با آتش، جز با سلاح، جز سرنگونی راه صحبت دیگه ندارن. یعنی امروز مردم یک پاسخی دادن به این راه‌حل‌های استعماری و ارتجایی که توسط بچه‌ش داره هدایت میشه و نفی کردن این گونه آلترناتیوهای قلابی و ساخت و پرداخته استعمار و ارتجا رو و یک تودنه محکمی همچنین که در بحضورشون در کف خیابون‌ها تودنه محکمی به خامنه‌ای زدن، ولی با این شعارها هم تودنه محکمی به کسان عوامل و عناصر و اذناب رژیم و استعمار که خواهان سکوت مردم و عدم خوب و خوشونت پرهیزی و کنار اومدن با سپاه و هم از این قبیل صحبت ها هی تو دهنیم به اینها زدم. بله آقای شمرانی، میخواستم تو فرصتی که الان با شما هستیم همینطور نگاهی داشته باشیم به جزئیات و ابعادی از بازداشت ها و احکامی که برای زندانیان قیام صادر شده و شروع شده. میخواستم کمی برامون توی رابطه توضیح بدین که چه جزئیاتی وجود داره. خب ببینید، البته من یه توضیحات مختصر خلاصه به شما بدم. الان زندان قزل حصار که من هم در اونجا 5 سال بودم و زندان اوین پر هستش. زندان قزل حصار که همطور که تو صحبتتون شما گفتید که رئیس زندان قزل حصار اشاره کرد از 5 اردیبهشت اینا میخوان احکام اعدام رو به اجرا بگذارن. توی آمارایی که ما داشتیم توی سال 1397 بیش از 1000 نفر اعدام شد. یعنی هر روز سه نفر و سال 1401 700 نفر، در واقع هر روز 2 نفر. این موتور اعدام از سال 60 وجود داشته و امروز هم ادامه داره. این در طول زندان قزل حصار، البته مطرح کردن این که ما میخوایم اعدام ها رو به اجرا بگذاریم، حالا کسی که زندان بوده میدونه که چه فضای روانی به شدت وحشتناکی رو ایجاد میکنه. این زندانی رو قبل از اینکه اعدام بکنن تو متعمل فشارها و شکنجه‌های روحی روانی هم میکنن. اما تو زندان اوین که عمدتا تشکیل شده از زندانیانی که قیام، کسانی که تو قیام دستگیر شدن، که جماعت خیلی گسترده‌ای هست، علاوه بر اینکه اینها صحبت از عفو آزادی کرده بودن، ولی اینجوری که اخبار شما داریم میبینیم جمعیت خیلی گسترده‌ای توی اینا هستن. حتی جدیدن اومدن زندانیانی که توی شهرستان‌های مختلف هستن، مثلا زندان ورامین، زندان خورین ورامین، اینها رو حدود 12 نفر بود که اینها رو ظاهراً تمام 2 سال گذشته منتقل کردن به زندان اوی و همه اونها در واقع منتظر احکام خودشون هستن. یا کسانی حدود 11 نفر از زندانیانی که تو قیام در واقع گرفتن دستگیر کردن، اگه دقت کرده باشه من نگاه میکردم بوده 11 نفر 79 سال در واقع حبس دادن. پس ببینید زندان ها همچنان پر هستش و اون صحبت هایی که مردم بر حق میکردن یکی از دروغ های رژیم بود که طبق همیشه از این دروغ ها خوراکشه، همیشه میگه و به خاطر اینکه فشار روی خودش پایین بیاره. ولی این تغییر و تحولات توی زندان ادامه داره، ادامه داره، شکنجه وجود داره و زندان ها لبریز هستش و رژیم در تو حل مسئله زندان مستثر هست و نمیتونه اینها را آزاد بکنه. بنابراین به شرطی که حالا من دلوقتر براتون توضیح میدم. بله. حالا شمرانی، چرا خامنه مشخصا از یه طرف شاهد این هستیم که مانور میکنه که خب اون چهره منفور خودش رو که دیدیم تو قیام همه میگفتن مرگ بر خامنه مشخصا اون رو تو جامعه ترمیم کنه، اما از طرف دیگه
نمیتونه اون زندانیان مقاوم و بازداشت شدگان پرشور قیام رو هم آزاد کنه. این تناقض رو چطور میبینید؟ من برای اینکه به شما پاسخ بدم یک مورد تاریخیش رو من اشاره میکنم. سال 1367 که کشتار و قتلام مجاهدین اتفاق افتاد، قطعاً چه از طرف مردم و چه از طرف سازمان‌های بین‌المللی و فعالیت گسترده خود سازمان مجاهدین کرده بود مبنی بر بسیج افکار عمومی علیه رژیم، رژیم زیر فشار بود و توی بهمن ماه 1367 اعلام عفو عمومی کرد. ولی توی اون عفو عمومی هیچ کدوم از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران آزاد نشدن، بلکه کسانی آزاد شدن که آزاد شدن اینا توی جامعه خطری برای رژیم نداشت. الان هم همینطوره. ببینید، به خاطر اینکه یک فشار خیلی گسترده روی رژیم هستش و رژیم نمیتونه این فشار رو متحمل بشه، یه سوپاپ به اطمینان برای خودش باز کرده به عنوان عفو عمومی، این فشارها رو پایین بیاره و این عفو عمومی رو گول بزنه. اما ببینید، این آزاد کردن زندانیان منوط به کسانی نیستش که شورشی ها، کانون های شورشی و کسانی که یک موتور حرکت این تحولات جامعه هستن نیست. این شامل کسانی هستش که همونطور که خودشون گفتن دستگیری دست جمعی و کسانی که آزاد شدنشون میتونه براشون مشکل نداشته باشه، ولی آزاد کردن نیروهای جوان، کانون اعضای کانون شورشی و کسانی که توی این قضیه فعال باشن میتونه جامعه رو رادیکالیزه تر بکنه و شعله انقلاب رو شعله بر بکنه و رژیم هیچ کاپای این همونطور که سال 67 نرفت. من یادم به که خود رژیم همون زمان لاجوردی میگفتش که تا زمانی که مجاهدین وجود داشته باشن و فعال باشن ما هوادارشون آزاد نمی کنیم. الان هم همینطوره. کسانی که آزاد بشن و بیان بیرون و به حرکت خودشون ادامه بدن، چه در تو مجاهدین باشن چه در تو جوانان شورشی باشه، فرق نمی کنه. رژیم اینها رو آزاد نمی کنه. میترسه که اینها دوباره بیان توی خیابون و تمامی بافته‌هاش رو تافته بکنه و دوباره اون حرکت‌ها به اون شکل گسترش بده کنه و رژیم رو مستثمر بکنه. آقای شبرینی، به عنوان آخرین سوال می‌خواستم برامون از یک سری شاهد پرونده‌سازی‌های مجدد علیه برخی از زندانیان هستیم. می‌خواستم تو این رابطه هم برامون توضیح بدین که ابعاد اون چگونه هست و جزئیات بیشترش. بازم این سابقه تاریخی داره، رژیم از این کارا بار اول نیستش که می‌کنه، ولی مورد مشخص که حالا این روزا هست، من شنیدم آقای هاشم خواستار هست، معلم زندانی که 1398 اگر اشتباه نکنم دستگیر شده بودن به خاطر توهین به خامنه ای و شرکت در فعالیت ها و ارتباط با خارج، چیزی از این اتهامات ساختگی رژیم که خانمشون صدیقه مالکی فرد گفته بودن که مجددا یک پرونده برای ایشون تشکیل دادن و پنجم اردیبهشت ایشون باید برای دادگاه و در این پرونده جدید محکمه بشن. پرونده جدیدم اتهامشون این بوده که ایشون با نامه و فایل صوتی به خارج از کشور ارسال کردن و توی مرداد 98 در واقع آقای هاشم خواستار به همراه 14 نفر دیگه از فعالان مدنی اینا خواستار نامه به خامنه‌ای داده بودن و خواستار استعفای اون شده بودن. الان بعد از این یه حکم توی رابطه ایشون داده بودن 16 سال زندان، 2 سال تبعید در یک شهر و 2 سال هم ممنوع خروج. من تا الان مدت زیادی هستش که ایشون هیچ گونه مکالمه تلفنی با خانواده‌شون نداشتن، تماس تلفنی و ملاقات نداشتن و اینجوری که خانمشون گفته ظاهرا اومدن تجدید محاکمه کردن و بر اساس اتهامات واهی جدید ایشون رو دارن محاکمه میکنن. یا فردی دیگه به اسم مهران رؤوف هستش که یکی از دو تابعیت‌ها در واقع ایرانی انگلیسی هستش که ایشون رو هم گرفتن. یعنی 8 ماه تو زندان سپاه هستن و نه وکیل دارن نه هیچ تماسی با خانواده دارن، که خودشون هم گفته بودن در واقع زندانیان دو تابعیتی در واقع کالاهای به دبستان هستن. پس اگر میبینید دقت بکنید اخباری که ما شنیدیم قطعا خیلی چیز دیگه بیشتر از این هستش که بیرون درز نکرده و بعدا ما آگاه خواهیم شد. ولی رژیم این عملکرد دیرینش هستش که فردی رو که احساس میکنه که میتونه براش مشکل داره باشه اینو مجدداً تجدید دادگاه میکنه با اتهامات جدید برای اینکه بتونه دست خودش رو باز نگه داره که به این افراد فشار بیاره، در واقع به نوعی پتانسیل و جنبش انقلاب رو پایین بکشه، که این هم باز یکی از اون در واقع ترفندهای شناخته شده رژیم هستش که ما از سال 60 تا امروز شاهد هستیم. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای رضا شمیرانی
که از زندانیان دهه 60 که تو این گفتگو همراه ما بودین، ابتدا نکاتتون از تظاهرات امروز بلوچستان که شاهدش بودیم بعد از مدت‌ها و همینطور از موضوع زندان و اخبار اون و شرایط بنبستی که خامنه ایتون قرار گرفته برامون گفتین. ممنون از حضورتون آقای شمرانی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. منم تشکر میکنم، وقت شما هم بخیر. درود بر شما.